بمباران غزه وارد هفته چهارم شده است و بمب‌های اسرائیلی هنوز خانه‌های فلسطینی‌ها را روی سرشان خراب می‌کند و بازماندگان در بهت و حیرت پیکر اعضای خانواده‌شان را از زیر آوار بیرون می‌کشند. دولت اسرائیل اما میگوید حملات ادامه می‌یابد تا زمانی که تمامی تونل‌های حماس نابود شوند. تونل‌هایی که امکان مبارزه رو در رو میان شبه نظامیان حماس و جهاد اسلامی با ارتش اسرائیل را فراهم می‌کند. البته ارتش اسرائیل تنها به فکر نابودی تونل ها نیست، چرا که تانک های ارتش به ششمی مدرسه که پناهگاه امن سازمان ملل بود حمله کردند و شمار کشته های شهروندان غزه را به بیش از 1360 تن رساندند. در این میان چشمانداز یک آتش بس بسیار دور به نظر می رسد، چرا که دولت اسرائیل از 16,000 سرباز ذخیره خواسته تا آماده نبرد شوند. کابینه دولت اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو دیروز روز چهارشنبه در یک نشست امنیتی تصمیم گرفت تا خلع سلاح و پایان راکت اندازی های حماس به پیشروی در نوار غزه و بمباران این شهر ادامه دهد.